امروز موضوع سخن من اینه: آرامش آزاد شدن از بلوف زدن ها، دروغ ها و بازی های سیاسی. واقعا دردآور زمانی که کسی شما رو گول میزنه و یا اینکه حقیقت رو از شما پنهان میکنه. همچنان که دروغ و حیله های دیگران باعث ناراحتی ما میشند، به همون اندازه هم دروغ و حیله های ما برای دیگران دردآورند. اونا هر کسی رو رنجور میکنند. راه حلم اینه که از اونها دوری کنیم، قبل از اینکه از دیگران توقع داشته باشیم تا از اونها دوری کنند. هم فرد ما و هم خانواده هامون از دردسر آرام خواهیم شد اگه خود رو از هر نوع دروغ و حیله و سیاست بازی دور نگه داریم و زندگی خود رو بر صداقت و راستی بنا کنیم. واقعیت امر اینه که هر چقدر که از حیله و دروغ کم بشه، به همون اندازه هم امنیت در خانه و در اطرافمون زیاد خواهد شد. حیله و دروغ یه نوع تجاوز به حقوق دیگرانه. به همین منظور ما نیاز داریم از اون باوری پیروی کنیم که نه فقط میتونه ما رو از بلوف زدن، دروغ گفتن و حیله کردن به دیگران دور نگه داره، بلکه ریشه اونها رو در دل ما هم قطع کنه تا اطرافیانمون هم از دست ما در امون باشند. در بحث قبلی براتون بیان کردم که چگونه تظاهر، دروغ، حیله و سیاست بازی در اسلام ریشه گرفتند و چه هزینه های سنگینی رو از بد و پیدایش اسلام تا کنون برای مسلمان ها به بار آوردند. چگونه میتونید خودتون رو در مقابل این نوع روش های غیر اخلاقی که پارهایی از باورهای اسلامی هستند راحت کنید؟ نمیتونید، مگه اینکه از اسلام دوری کنید. برای اینکه اسلام اجازه داده که اونها در همه جای زندگی ریشه بکنند. قرآن میگه که خدا حیله‌گرتر از همه است و دروغ را هم تحت شرایطی جایز کرده. این خودش میتونه راه رو برای پیروان اسلام باز بذاره که دروغ و حیله های خود رو توجیه کنن و بگن که اگه خود خدا اجازه داده که اونها پارهایی از نقشه او بشند، پس چرا ما اونها رو جز زندگی خود نکنیم؟ پس میبینید که تا چه اندازه یک باور و یا دین ناخالص میتونه بر زندگی و فرهنگ شما اثر بذاره و شما رو از فایده های یک زندگی راحت و آرام و خوب محروم بکنه و تا چه اندازه هم یک باور خوب میتونه باعث آرامی شما بشه. آیا تا به حال خودتون تجربه کرده اید و یا اینکه در زندگی دیگران دیدید که چگونه دروغ، حیله، بلوف و یا هر عمل غیر انسانی دیگه آرامش رو از شما و دیگران گرفتند و رابطه ها رو تلختر کردند؟ هر کلکی که به دیگران زده میشه، اون کلک راه رو میتونه برای دیگران هم باز کنه تا معامله به مثل کنند. بعد از اون هر دو طرف مقابل نزد هم دیگه بی‌اعتبار خواهند شد و اون بی‌اعتباری هم صلح و آرامش رو در میانشون از بین خواهد برد. بی‌اعتباری ناشی از دروغ و کلک محبت و آرامش و دوستی حقیقی رو در بسیاری از خانواده ها ناپدید کرده. در این نوع خانواده ها عضوا یاد میگیرن که زندگی بدون کلک پیش نمیره. زن و شوهر، فرزندان و والدین دیگه ماهر میشن که کجا و با چه زیرکی خاصی دروغ بگند و سر هم دیگه کلا بذارند. آیا غم انگیز نیست که انسانها به جای اینکه زمانهای خودشون رو برای صداقت سرمایه گذاری کنند، برای حیله و دروغ میذارند؟
حالا حسابش رو برسید که تمامی یک اجتماع از سر تا پا گرفتار این نوع زندگی بشه. من هیچگاه فراموشم نمیشه که یکی از استادان حقوق در کلاس درسمون در تهران با ناراحتی گفت که من نمیدونم چرا رشوه در کشورمون قانونی نمیشه مادام که دستای بسیاری در رشوه دادن یا گرفتن بازه. او همچنین گفت که چرا ما این تکلیف و مشق روزانمون رو به دنیای بیرون فاش نمی کنیم و به اونها نمیگیم که هیچ روزی در زندگی ما نیست که بدون دروغ و کلک به پیش بره تا اونها هم تصور درستی از زندگی و عادتهای ما داشته باشند. بیچاره با سوز دل اینها رو میگفت. این زندگی است که در تمام کشورهای اسلامی دیده میشه. اونم به خاطر تأثیر شرعیات غیر اخلاقی اسلامی. زمانی که آدم به کشورهای غیر اسلامی میره، فکر و خیالش از حیله و دروغ و سیاست بازی به مراتب راحت تر میشه. در کشورهای اسلامی دروغ گفتن و کلک زدن عادی شده. همونطور که یک هموطنی گفت ما اول همدیگر رو برادر صدا میکنیم و بعد هم برادروار سر همدیگه کلا میذاریم. من واقعا شجاعت اون مردان و زنان رو از ته دل تحسین میکنم که تاریکی های فرهنگ و جامعه خود رو دیده اونها رو به رو میارند و برای پیدا کردن نور فداکاری میکنند. برای این افراد مشکل نیست که اسلام رو ترک کنند تا راه بهتری رو برای زندگی مادی و روحانی خود پیدا کنند. آیا آرام بخش نخواهد بود که انسان از چنان زندگی ناخوشایند راحت بشه، نور واقعی رو پیدا کرده در اون راه بره و مانند چراغی هم که بر بلندی یک کوه است بدرخشه و هر کسی رو از نورش بهرمند بکنه؟ هر کسی رو، تو رو، خانوادت رو و دیگران رو. برات بسیار بسیار آرام بخش و صلح آمیز خواهد بود اگه عوض بشی و نمونه نور و روشنی هم برای خانوادت بشی. به جای اینکه از یک باور تاریکی پیروی کنی، نمونه تاریکی بشی و دروغ و کلک هم به خانوادت یاد بده. اون لحظه برات بسیار شگفت انگیز خواهد شد وقتی که زندگیت عوض میشه و میتونی بگی که آه دیگه راحت شدم، حالا دیگه آره من آره واقعیه، نه منم نه واقعی، چون که دیگه الگوی من نوره نه تاریکی. یک روییست نه دو رویی. دیگه لازم نیست که با کلمات بازی کنم. اینا چیزایی هستن که یک باور درست میتونه براتون انجام بده. اون باور نه اینکه دروغ و کلک رو به شما یاد نمیده، بلکه ریشه اونها رو هم در دلتون میبره تا به یک انسان آسمانی تبدیل بشید و مثل یک شاهزاده و یا ملکه آسمانی هم زندگی کنید. بله، مثل یک وجود آسمانی. اونگاه قادر خواهید بود که با خدای حقیقی راه برید، به عنوان نمایندش هم در میان مردم بدرخشید و مثل یک نور در میان اونها عمل کنید. معنی یک زاهد حقیقی همینه، نه او که دروغ مصلحت آمیز رو رواج میده. من 100% مطمئنم که اسلام یک مانع بزرگی است و نمیذاره که شما با خدای حقیقی راه برید. دینی که خدا را حیله‌گر بخونه و خلقت دروغ را هم به خدا نسبت بده، اون دین مانع اتحاد با خدای حقیقی میشه. به خاطر اون بود که من اسلام رو ترک کردم.
و پیرو به عیسی مسیح شدم. من آرزو داشتم که هم در خانواده‌ام و هم با دیگران رابطه صمیمی و صلح‌آمیزی داشته باشم. ولی باورم راه رو از هر جهت بسته بود. اسلام با تقیه و با دروغ و کلک‌های مصلحت‌آمیز خودش مانع دوستی و آرامش واقعی برای من بود. من به یه زمانی رسیدم که این چیزها رو در اسلام دیدم و دیگه تمایلی به پیروی از اون نداشتم. ولی به خاطر مجازات اسلام نتونستم این موضوع دلم رو با همسرم، با خانواده دور و نزدیکم، دوستان و دیگران در میان بذارم. اسلام با شما مثل یک آدم زنجیری برخورد میکنه. به آزادی شما اعتقاد نداره و اجازه نمیده که شما اون رو ترک کنید. شما در اسلام فقط دو تا شانس دارید: اعتراف کنید و بمیرید، یا اینکه دروغ بگید و زنده بمونید. به همین جهته که مردم در کشورهای اسلامی رفته رفته همرنگ رهبران و جماعت شده، دروغ میگن که تا زنده بمونند. خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. این گفته مشهور ایرانیان از همین فشار اسلام است که سرچشمه گرفته. ولی خوشبختی در منو زد زمانی که پی بردم باید راهی پیدا کنم و خودم رو از زنجیر اسلام که راحتی رو از من گرفته بود آزاد کنم. من در درون خود تشنه صلح و آرامش و آزادی بودم. اون تشنگی درون من هدایتم کرد که به دنبال راه حل بگردم تا در دل خود بر فشارهای اسلام غالب بیام و به آرامی برسم. میدونی اگه دنیا رو داشته باشی ولی در دل خود صلح و آرامش نداشته باشی، احساس میکنی که هیچ چیزی نداری. اون زمونه که بیدار شده میخوای کار بکنی تا آرامش به درونت بیاد. اونگاست که بیادت میاد و میگی که خواستن توانستن است. به عبارت دیگه، اگه آرزوی رسیدن به چیزی رو دارم باید بلند شم، قدم بردارم تا بلکه اونو به دست بیارم. من برای صلح و آرامش قدم برداشتم. اونگاه صلح و آرامش به سوی من دویدند. اگه شما از زندگی به هم ریخته خود بیرون بیایید و یک قدم برای پیدا کردن سرور صلح و آرامش یعنی عیسی مسیح بردارید، او 100 قدم به طرف شما برخواهد داشت. هر کلمه انجیل عیسی مسیح برای شما قدمی به سوی صلح و آرامش و آزادی و حکمت میشه. به خاطر اینی که انجیل میگه کلامش تا عمق‌های روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان‌ها هم نفوذ میکنه. این چیزی بود که در زندگی من اتفاق افتاد. من نیاز مبرم داشتم که به عیسی مسیح و انجیل او اجازه بدم که نور زندگی من بشند و چنین تغییرات رو در زندگی من ایجاد کنند. انجیل در کتاب اول یوحنا باب 2:21 میگه که هیچ دروغی از راستی نمیاد. آیا متوجه شدید که انجیل چی میگه؟ میگه که هیچ دروغی از راستی نمیاد، یعنی در راستی هیچ جوهر دروغ نیست که تا دروغ تولید کنه. این گفته برای من دنیایی از حکمت بود. وقتی که اینو خواندم متوجه شدم که اسلام به خاطر شرعی کردن دروغ و
و کلک نمیتونه از راستی باشه. دروغ و کلک دشمن یک رابطه صلح آمیز هستند و نمیتونند از راستی باشند و نمیتونن از خدا باشند. پیامبر سلیمان در کتاب امثال خود باب 12 آیه 22 میگه که لبهای دروغگون نزد خداوند مکروه، اما عاملان راستی پسندیده او هستند. خدای حقیقی از بلوف زدن، از دروغ گفتن و از هر گونه زبان بازی و سیاست بازی نفرت داره. چرا؟ برای اینکه دل خدا برای صلح و دوستی میتپه. ولی این گونه گفتارها و کردارهای غیر اخلاقی نمیذارن که بین تو و خدا و تو و دیگران صلح و رابطه صمیمی ایجاد بشه. من نه اینکه آرزو به داشتن صلح در دل خود، در خانواده خود و در رابطه هم با دیگران داشتم، بلکه در آرزوی صلح با خدا هم بودم. اونگاه همچنان که سلیمان گفت میتونستم فرد پسندیده خدا بشم تا او هم از وجود من خوشحال بشه. هیچ یک از این چیزهای خوب در زندگی من اتفاق نمی افتاد اگه مسلمون باقی میموندم. ولی بعد از اون که دل خود را به عیسی مسیح دادم، همه اون چیزهای خوب در زندگی من اتفاق افتادند. نور عیسی مسیح تمام اون چیزهای خراب کننده رو در من به من نشون داد و بعد ریشه اونا رو برید و بعد هم منو به منبع محبت، قدوسیت، صلح و آرامش وصل کرد. این تغییر بزرگ در زندگی من خانمم رو هم به شگفتی آورد و او هم شروع به خواندن انجیل عیسی مسیح کرد. در نتیجه این او هم دل خود رو به عیسی مسیح داد. خانمم درک کرد که با وجود اسلام ولی بدون حضور عیسی مسیح ممکن نیست که یک رابطه صمیمی و آرام بخش بین زن و شوهر ایجاد بشه. با خواندن انجیل خیلی چیزای دیگه هم براش آشکار شد. به عنوان نمونه خانمم در انجیل خوند که مسیح گفت هر مردی باید یک زن داشته باشه و زن و شوهر باید همدیگر رو مثل بدنهای همدیگه دوست داشته باشند. این گفته عیسی مسیح خیلی به دلش نشست و به خودش گفت که یه زن و یه شوهر زیباست، حرف نداره. هر چیزی براش روشن شد و پی برد که زن و شوهر، دولت و ملت نمیتونن با هم رابطه خوب و صلح آمیز داشته باشن اگه از دینی پیروی کنن که باعث رواج دروغ و کلک شرعی بشه. ایشون هم مثل من از اسلام دست کشیده پیرو عیسی مسیح شدند. شکی ندارم که شما هم در ته دل خود آرزوی راحت شدن از هر گونه گفتار و کردارهای نادرست رو دارید و میخواهید که زندگی شما پر از صلح و آرامش و رابطه های صمیمی بشه. اگه چنینه، پس باید اجازه بدید که اون آرزو به عمل و واقعیت تبدیل بشه تا به زندگیتون آرامی بیاره و عوامل نابود کننده آرامی را هم از زندگیتون بیرون بکنه. برای این شما هم نیاز دارید که مثل من از عیسی مسیح پیروی کنید. یقین بدانید که هیچ کس دیگری به جز عیسی مسیح نمیتونه به دل شما آرامش صلح واقعی رو بده.